سلام و خیلی خوش اومدین به آتلیه جانا در ونکوور. من جعفر ادریسی هستم و امروز تو این ویدیوی کوتاه میخوام درباره این پوزینگ پیلوها یا همون بالشتک هایی که برای عکاسی نوزاد استفاده میشه براتون توضیح بدم. همراه ما باشین. شما چه عکاس نوزاد باشین چه کودک، حتما توی آتلیه‌تون یه ست کامل از این بالشتک‌ها رو لازم داریم برای اینکه بتونیم به راحتی نوزادمون رو فرم بدیم برای عکاسی. و خیلی وقتا حتی برای بچه‌های بزرگتر، یعنی بچه‌ای که 3 تا 6 ماه هستن، ما وقتی می‌خوایم عکاسی کنیم خب اینا راحت نیستن روی شکم بخوابن یا روی یه سطل یا توی جعبه بشینن، واسه همین ما از این بالشتک‌ها استفاده می‌کنیم، دور تا دور کمر یا زیر دستاشون قرار میدیم که محافظت بشن و بتونیم به راحتی بدون که بچه خیلی تکون بخوره عکسمون رو بگیریم. خیلی ها میپرسن که حالا سایز اینها به چه شکل هست، من حتما دقیق سایزشون رو براتون میگم و میپرسن که استاندارد حالا سایز ها چجوریه. من اینجا یه نکته رو بگم که خب اصولا استانداردی وجود نداره، به خاطر اینکه سایز و وزن بچه‌ها نوزادها با هم فرق میکنه، واسه همین شما باید از کوچیک تا بزرگش رو حداقل یک دونه داشته باشین. اگه بخوام سایزها رو دقیق‌تر بگم، این مدل بزرگش تقریبا 25 سانت در 15 سانت هست، چیزی شبیه به شکل لوبیا داره. من توی ست عکاسی 2 تا از این سایزهای بزرگ دارم و همینطور به ترتیب 1 سانت 1 سانت از عرض و طول اونها کم میشه و نهایتا به کوچکترین سایزش که تقریبا 15 سانت حالا 13 تا 15 سانت در 4 تا 5 سانت هست میرسه، به این سایز کوچیک یک دونم از اینها دارم و در مجموع 8 از این پوزینگ پیلوها من دارم که توی داخل اونها الیاف استفاده شده، جنسی که پرش کرده و شما میتونید به راحتی خودتون اینها رو درست کنید. داخلش حالا پنبه، ابر یا الیاف مختلفی که توی بازار هست از این الیاف های سفید قرار بدین. و اگر هم میخواین خودتون این بالشتک‌ها رو درست کنید، پیشنهادی که دارم این هستش که حتما از یه پارچه استفاده کنید که یک مقدار کشی باشه. وقتی کشی هست توی الیاف رو که داخل اون پر میکنید، لبه هاش شکل مرتبتر و انحنای بهتری میگیره، واسه همین زیر کارتون رو خراب نمیکنه. یه نکته دیگه که باز اگه قرار هستین بالشتک‌ها رو خودتون بسازین، بحث رنگش هستش. اگه دقت کنید ما اینجا رنگ‌های مختلف داریم، خیلی رنگ‌های روشنی هستن، به خاطر اینکه اگه ما یه رنگ مثلا آبی خیلی پررنگ یا سبز خیلی پررنگ استفاده کنیم، به راحتی از لای پارچه‌ها رنگ شیده میشه. یا اگه خب به هر حال نوزاد تکون میخوره توی سبدی هستش، توی سطلی هستش، یه مقداری از پارچه روی این بالشتک‌ها کنار بره، رنگ اون به راحتی دیده میشه. واسه همین یه زمان خیلی زیادی رو شما باید توی فتوشاپ صرف کنید تا اون رو اصلاح کنید. واسه همین پیشنهاد میکنم رنگ‌هایی که استفاده میکنید رنگ‌هایی باشه که به بک‌گراند، به وسایلتون، به نوع و شکل کارتون بخوره، که زمان فتوشاپ رو اینجا صرفه‌جویی کنید. یه نکته جالب دیگه بگم راجع به بالشتک هایی که خودتون درست میکنید. پیشنهاد میکنم که اگه یه ست کامل دارین درست میکنید، چند تاش رو با الیاف داخلش رو پر کنید و چند تاش رو داخلشون رو گندم یا برنج بریزین. این به شما کمک میکنه که خیلی وقتها این بالشتک ها رو همونجور که دوست دارین شکلشون بدین. برای مثال الان اینی که این بالشتک دست من هست، داخلش برنج هست، همونطور که میبینین من به راحتی میتونم اون رو به شکل‌های مختلف در بیارم، بچرخونمش، از وسط نصفش کنم، روی هم قرار بدم و به راحتی هر شکلی که دوست دارم فرم میگیره. اگه بخوایم مقایسه کنیم این دوتا رو کنار هم دیگه، الان یکیشون داخلش الیاف هست و اون یکی برنج. اگه دقت کنید وقتی من انگشتم رو فشار میدم توی این الیاف، به راحتی شکل من برمیگرده اون بالشتک من به شکل اولیه و شکل ظاهری اولیه خودش. ولی وقتی داخلش برنج هست، وقتی من اینو فشار میدم، همون شکلی که دلم میخواد رو در از فرم میگیره و به راحتی یه انحنا اینجا قرار میگیره. حالا میتونم سر نوزاد یا پاش رو به راحتی روش قرار بدم. خیلی وقتها من 2 تا از این بالشک های برنج رو روی هم قرار میدم که به راحتی بتونم اون شکلی که میخوام رو زیر سر نوزاد درست کنم. و حالا مطلب بعدی این که یک مقدار باید خلاق باشیم. همه اینها حالا لزوماً، شاید خیلی ها بپرسن که ما نمیتونیم خودمون درست کنیم یا نمیتونیم اینجا بخریم، کافیه توی مغازه های مختلف وقتی دارین خرید میکنین با یه نگاه دقیق تری نگاه کنید. حتما مطمئن باشین وسایل پیدا میکنید که هم قیمت مناسب تری دارن و
و همین که خیلی کاربرد بهتری شاید برای شما پیدا بکنه. برای مثال این یک بالشتکیه که معمولا استفاده میشه برای پشت صندلی راننده. من فکر میکنم قیمتش شاید یک دهم یا یک بیستم بقیه این پوزینگ پیلوهایی باشه که من خریدم و شاید باورتون نشه ولی 80-90% پوزیشن هایی که من میخوام برای نوزاد انجام بدم بیس و پایه اصلیشون با همین بالشتک خیلی ارزون و دم دستی هست. واسه همین اگه بگردین حتما یه همچین چیزهایی رو توی مغازه ها پیدا میکنید، یا این یکی بالشتکی که میبینین من فکر کنم خیلی شانسی از یک مغازه ژاپنی پیدا کردم. خیلی شکل خاصی داره و ساختن این فکر کنم بسیار بسیار کار سخت و کار حرفه‌ای هم هست. زیپ داره، به راحتی باز میشه، قابل شستشو هم هست. من به راحتی میتونم هر جا که میخوام این رو توی سبدها و سطح‌های بزرگتر استفاده کنم. یه شکل مثلثی داره. و یکی دیگه از اون بالشتکایی که حتما همتون دیدین و تقریبا همه جا پیدا میشه، این بالشتایی هستش که برای مسافرت میفروشن، برای پرواز یا توی اتوبوس حالا یا قطار وقتی شما میخواین سفر کنین. این به شکل یک نعل اسب در میاد و یکی از بهترین ابزاری هست برای پوتیتو سک پوزیشن. قیمت بسیار مناسبی داره و حتما میتونید اون رو از هر جای پیدا کنید. ولی اگه باز هم نتونستین خودتون درست کنید یا نتونستین بخرین، هیچ اشکالی نداره، خیلی راحت تر میتونیم این مشکل رو حل کنیم با استفاده از حوله و حوله های خیلی خیلی ساده تو سایزهای مختلف تهیه کنید. پیشنهاد می‌کنم رنگ‌های روشن یا سفید. خیلی راحت میتونید اونها رو تا کنید، اینها رو بچرخونید و رولشون کنید روی هم دیگه و دقیقاً همونطور که الان می‌بینید من در عرض چند ثانیه تونستم یه دونه هوله رو بچرخونم و اندازه یکی از این پوزینگ بینام درش بیارم. اگرم یه حوله بزرگتر رو بردارین و همین کار رو باهاش انجام بدین، به راحتی میتونید یکی از اون پوزینگ پیلوهای سایز بزرگ رو درست کنید. من سالها از همین روش استفاده میکردم، از حوله استفاده میکردم به خاطر اینکه به راحتی میتونم بخشی از اون رو زیر سر نوزاد قرار بدم و بخشیش رو بیرون. اگه سایز سر بچه بزرگتر هست بخش بیشتری از این حوله رو فشار میدم داخل و اگه سایز بچه کوچیکتر قسمت کمتری رو. خیلی وقتها توی کارم ترکیبی از اینها رو من استفاده می‌کنم، یعنی یه بالشتکی که خیلی مستطیل شکست پایین میذارم، یه دونه از این برنج ها رو میذارم روش و بعضی وقتا برای اینکه بتونم دقیقاً اون انحنایی که میخوام روی کمر بچه ایجاد کنم یه حوله کوچیک رو هم از زیر کم کم فشار میدم و به راحتی اون شکل و انحنایی رو که میخوام به دست میارم. یه نکته که فراموش کردم همون موقعی که داشتیم توضیح میدادیم راجع به اینکه چطور خودتون اینها رو درست کنین، همونطور که یادتون باشه گفتیم از پارچه های استفاده کنید که کشی هستن تا سطح اون انحناها بهتر فرم بگیره. نکته دیگه که هست این که پارچه هایی که استفاده کنید پارچه هایی باشن که روی همدیگه سر نخونن و لیز نباشه. الان جنس هایی که ما اینجا داریم حالت مخمل هست، اینا به راحتی روی هم قرار میگیرن و اصلا تکون نمیخورن، ولی اگه جنس این پارچه ها چوری باشه که سر باشه، وقتی پارچه اصلیتون رو روی اونها میذارین به راحتی از زیر اونها در میره یا روی بین بگتون سر میخوره و سر بچه باز اون فرمی که میخواین قرار نمیگیره. واسه همین موقع انتخاب پارچه هم دقت کنید که یه پارچه مناسب این کار رو بتونید تهیه کنید. و اینجا من یه بالشتک دیگه ای دارم که تقریبا خیلی حرفه‌ایه و فکر کنم ساختن اون یه مقدار سخت باشه، اینو اگه بتونید تهیه کنید بسیار بسیار بهتون کمک میکنه. این تقریبا همه اون خصوصیت های پوزینگ پیلوها رو داره به جز اینکه دور تا دور این بالشتک یک فریم فلزی قرار گرفته که به راحتی قابل شکل دهی هست. حالا معمولا من از این استفاده میکنم وقتی میخوام نوزاد رو روی سطح پوز بدم که به راحتی روی سطح قرار بگیره و اون قسمت هایی که خطرناک هست رو بپوشونه. یک بالشتک نرم زیر دست نوزاد ایجاد میکنه و به راحتی میتونم باش کار کنم و خیلی وقتها یکی از این بالشتک های کوچیک رو زیرش قرار میدم تا بتونم دست بچه رو هم کنترل کنم. باز هم اگه نتونستین یه همچین چیزی پیدا کنید، پیشنهاد من همون حوله ها هست. باز من سالها از همون حوله ها استفاده میکنم، حوله ها رو روی لبه سطل میگذاشتم و به راحتی میتونستم از نوزاد عکاسی کنم. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو کوتاه مفید بوده باشه براتون و خودتون هم بتونید این بالشک ها رو درست کنید. خیلی دارم سعی میکنم تا ویدیوهای مختلفی در زمینه حالا
پوزینگ، نورپردازی، تکنیک‌های ادیت و خود بیزینس سولید کنم. میدونم که یه مقدار سورس و زمینه آموزشی کم هست، امیدوارم که بتونم تو این زمینه به شما کمک کنم. لطفاً اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید، سابسکرایب کنید و توی کامنت ها برامون بنویسید که بیشتر تو چه زمینه‌ای دوست دارین فیلم‌های آموزشی رو تهیه کنید و به امید دیدارتون تو ویدیوهای آینده.